پس از یک هفته طولانی پیکار سیاسی بر سر افزایش سقف بدهی ملی، پرزیدنت اوباما به شهر خودش شیکاگو بازگشت و مراسم تولدش را در میان 2400 تن از دوستانش برگزار کرد. پیش از هر چیز بگویم نمیتوانستم هدیه‌ای بهتر از گذراندن این شب را با شما برای تولدم داشته باشم. جشن تولد در سالونی در شیکاگو با مراسم جمع‌آوری اعانات نقدی برای انتخاب دوباره آقای اوباما در 2012 همراه شد که گرانترین بلیت شرکت در آن 36,000 دلار بود. ستارگان محبوب مردم در این مراسم به هنرنمایی پرداختند. پنجشنبه مراسم تولد آرامتری در انتظار رئیس جمهوری است. مهمانی در باغ روز کاخ سفید. چند صد تن از دوستان و نزدیکان دعوت شده قرار است در این ضیافت شرکت کنند. نخستین پیام تبریک تولد را آقای اوباما در یک گفتگوی تلفنی از جانب دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه دریافت کرد و یک پیام تبریک غیر عادی هم از وال استریت نیویورک. پیام از جانب گروهی به نام آمریکاییان طرفدار عدالت بود که به طور معمول برای اصلاحات بیشتر سیستم مالی آمریکا فعالیت می‌کنند. آقای اوباما سومین نفر از 44 رئیس جمهوری آمریکا است که 50مین سال تولدش را در کاخ سفید جشن می‌گیرد. تئودور روزولت در 1908 50 ساله شد و بیل کلینتون در 1996 و پرزیدنت اوباما با شوخ طبعی با این مرحله مهم از زندگیش روبرو شده تا یه مبارزه سیاسی اخیر بر سر کاهش بودجه دولت. یک هفته دیگر 50 ساله می شوم. بنابراین کمی بیشتر به واجد شرایط شدن برای بیمه بهداشتیم فکر می کنم. به زودی هم کارت AARP و تخفیف می گیرم. AARP یک سازمان خصوصی است که برای هر آمریکایی که از مرز 50 می گذرد کارت عضویت برای گرفتن تخفیف و برخورداری از مزایای دیگر ارسال می کند. در یک مصاحبه اخیر رادیویی پرزیدنت اوباما از سنش ابراز رضایت کرد ولی گفت تا یه 2.5 سال در کاخ سفید موهایش قدری سفید شده. با نگاهی به آقای اوباما گذشت زمان بر او در پست ریاست جمهوری نمایان است. ولی آقای اوباما ضمن مصاحبه گفت همسرش میشل هنوز او را جذاب می داند. شهلا آراسته، گزارش صدای آمریکا.